دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیوی این دفعهمون راجع به پسوند کن هستش که زیاد استفاده میشه در زبان ترکی. قبل از اینکه بریم درسمون رو داشته باشیم، میخوام بهتون بگم اگر تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید، چون ممکنه توی این مدتی که الان هستیم پشت سر هم ویدیو بذارم و یه مدت نذارم. اینه که میخوام حتما خبر داشته باشید از ویدیوها تا بتونید درس رو راحت تر یاد بگیرید، یعنی به موقع به ترتیب یاد بگیرید. خب قلم و کاغذتون رو حاضر بکنید، چون بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یادداشت بکنید، یادداشتاتون رو مطالعه بکنید، چون که هرچقدر بیشتر مطالعه بکنید، هرچقدر بیشتر تکرار بکنید میتونید ترکی رو یاد بگیرید. در غیر این صورت بی خودی دارید زمان مصرف میکنید و حالا که توی این راه قدم گذاشتید بهتره که بیشتر تمرین بکنید و با تمرینایی که دارید بتونید این زبان رو در ذهنتون جا بندازین، چون زبان سختی هم هستش. خب بریم سراغ درسمون. خب ببینید اینجا ما فعل رو داریم، پسوند زمان رو داریم که در چه زمانی استفاده شده، بعد پسوند کن رو داریم اینجا. پسوند کن به معنای هنگامی که، وقتی که، زمانی که، در حین، در طول، کل اینا رو اون دوستایی که بابت ترجمه دارن یاد میگیرن میتونید برای ترجمه کن به کار ببرید. و دوستانی که واسه شنیداری و گفتاری میخوان یاد بگیرن بدونید که تمام اینها رو شامل میشه. خب ببینیم که چه چیزهایی قرار یاد بگیریم اینجا. در حالت زمان حال ساده و یا گنیش زمان ما فعل رو داریم، پسوند چهارگانه ار و کن رو با هم داریم، یعنی ما آر، اور، اور و ار رو داریم اینجا بنابه قانون هم‌آوایی که در زبان ترکی وجود داره. دوستانی که تا امروز تعقیب کردن میدونید قضیه چیه. خب مورد بعدی شیملیکی زمان، زمان حال استمراری. فعل رو داریم به اضافه پسوند یورکن. گلجک زمان، در اینجا زمان گذشته و زمان آینده رو داریم در دو حالت، اجک آجاک، گیم وقتی که قرار بود اتفاق بیفته. خب دویولان گچ میش زمان رو داریم، یعنی وقتی که فعلمون به پسوند میش وصل میشه در چهار حالت، میش، مش، موش، میش. و زمانی رو که میخواییم بگیم که در یک مکانی هستیم، یر اسمی، اسم مکان رو داریم، زمانی که در اونجا هستیم رو میخواییم توی جمله بگیم. حالا باز بیشتر توضیح میدم. و یا صفت و یا اسم رو داریم به اضافه پسوند یه اگر لازم بود، به اضافه پسوند کن. این هم کجا استفاده میکنیم؟ زمانی که میخوایم بگیم در یه حالت خاصی بودیم و یا در یک سمت شغلی خاصی بودیم. اوکی بریم ببینیم که چطور اینا رو استفاده میکنیم. اولی گچ میش زمان، فعل به اضافه ارکن. ایزلرکن، ایزلرکن، ایزله به اضافه پسوند ار بوده، به اضافه کن یعنی هنگام تماشا کردن، هنگام تماشا کردن. ببینید وقتی که فعل به این شکل در میاد لازم نیست ما صرفش بکنیم. ادامه جمله، اینکه چه کسی
در هنگامی که اینجا ذکر شده، در زمانی که اینجا ذکر شده، چه کسی چه کاری رو انجام داده، اون شناسه فعل ما میشه. مثلا وقتی ما میگیم is lerken arade، مثلا یه بن is lerken، و یا وقتی که اون داشت صحبت میگه arade، حالا اون شناسه شو تو بقیه جمله از روی شناسه فعل مشخص میکنیم که فاعلمون چه کسی هستش. حالا تئوری توضیح بدم زیاد مشخص نمیشه، ولی این شکل میتونه برای تمام اشخاص مفرد و جمع استفاده بشه. ایزلرکن هنگام تماشا کردن، مثلا تلویزیون ایزلرکن، یا پارکن، یا پارکن هنگام انجام دادن، ببخشید، یورورکن، یورورکن هنگام راه رفتن، یا پارکن هنگام انجام دادن، دینلرکن هنگام گوش دادن، هنگام گوش کردن، کنوشورکن هنگام حرف زدن، هنگام صحبت کردن، کشارکن هنگام دویدن. خب حالا بریم توی جمله دو سه تا مثال میزنم براتون، ببینید که چطور جمله ادامه پیدا میکنه. مثلا میگیم بن اوی تمیزلرکن موزیک دینلرم، هنگام تمیز کردن خانه، وقتی که دارم خونه رو تمیز میکنم، موزیک دینلرم، موزیک گوش میکنم. خب او ایشه گیدر کن سنی آریاجم، هنگامی که او به سر کار می رود به تو زنگ خواهم زد. مثال بعدی بیز فیلم ایزلر کن الکتریکلر کسیلده، هنگامی که داشتیم فیلم تماشا می کردیم برق قطع شد. چیزی که میخوام اینجا بهش دقت بکنید، هر سه تا جمله رو نگاه کنید، زمانی که، یعنی زمان فعل جمله اول، اینجا زمان فعل جمله اول زمان حال ساده است، زمان فعل جمله دوم زمان آینده است، زمان فعل قسمت دوم جمله سوم چیه؟ گذشته است، کسیلده، قطع شد. یعنی من این قالب تمیزلرکن، ایزلرکن، گیدرکن، اتورورکن و مثالی که تو صفحه قبل زدم رو میتونم طوری استفاده بکنم که بعدش واسه هر زمانی جملم رو بتونم ادامه بدم. یعنی اینجا زمان خاصی نداره، من هر زمان دیگه ای میتونم در ادامه جملم استفاده کنم. چرا؟ چون مثلا میگم هنگام فلان کار، در حین فلان کار، وقتی که فلان کار داره انجام میشه، بقیه جمله ممکنه گذشته، آینده و یا حال ساده باشه و یا حالت قول دادن باشه و یا حالت امری باشه، اینا همش ممکنه انجام بشه. مثلا بخوام اینا رو همه جمله امری بکنم میشه چی؟ بن اوی تمیز لرکن، ببخشید، مثلا حالا بن او بیز نگم اینجا، اگه فاعل ها رو نخوام بگم، میگم مثلا اوی تمیز لرکن موزیک دین له، هنگام تمیز کردن خانه موزیک گوش کن. اینجا فعل امر به کار بردم، دین له، فقط فعل امر به کار میبرم اینجا. ایشه گیدرکن، سوای این شناسه این فاعلی که اینجاست، ایشه گیدرکن هنگام رفتن به سر کار، مثلا بنی آرا، به من زنگ بزن. اینجا هم فعل امر به کار میتونم ببرم. میخوام اینو بهتون بگم، قسمت دوم این جمله میتونه در هر شرایطی فعل قبول بکنه. دوستان اگه سوالی داشتید، جمله درست کردید، خواستید ببینید درسته، اشتباه چیه، چجوریه، لطفا تو کامنت ها بنویسید که بتونم جوابتون رو بدم و حتما جوابتون رو میگیرید. تا اینجا اگه به دردتون خورده لایک یادتون نره،
کلی زمان میذارم، این 2 روز طول میکشه من این اسلاید رو درست بکنم، بعد شما لایک نمیکن. اوکی، شیمدیکی زمان فعلمون در حالت یورکن. خب این فرمول با فرمول قبلی زیاد فرقی نمیکنه، یعنی شما میتونید در هر زمانی ازش استفاده بکنید، فرق خاصی در معنی نداره، فقط ساختار جملهش فرق میکنه، جفتش هم یکیه استفادهش. خب مثال میزنم، ایشه گیدی یورکن یعنی هنگام رفتن به سر کار، دیزی ایزلی یورکن هنگام تماشای سریال، سنی دینلی یورکن هنگام گوش دادن به تو، سوکاکتا یوری یورکن هنگام راه رفتن در خیابان. یه لحظه اینا چی شد؟ اوکی، اینجا رو میبینی همینا رو میتونم با فرمول قبلی که گنش زمان هستش، زمان حال ساده است، استفاده بکنم و همین معانی رو بده. میتونم بگم گیدرکن، ایزلرکن، دینلرکن، یورورکن، همش یه معنی میده. خب بریم سراغ مورد بعدی. تو جمله میخوام بهتون مثال بزنم، سن متفال تمیزلی یورکن بنده ادامو توپارلادم. یه بار دیگه میخونم، سن متفال آشپزخونه رو تمیزلی یورکن وقتی داشتی تمیز میکردی بنده من هم ادامو توپارلادم. هنگامی که تو داشتی آشپزخانه را تمیز میکردی من هم اتاقم را جمع جور کردم. توپ آرلاماک یعنی جمع جور کردن، توپ یعنی جمع، به چیز توپ شده میگن جمع. کلمه توپ هم از ترکی به زبان فارسی اومده. خب چقدر زیباست دادم زبانهای مختلف رو یاد بگیره، ریشه زبانها رو ببینه، خیلی جالبه. سیز یوریورکن بیز درس چالشیوردوک، هنگامی که شما خواب بودید، سیز اویورکن هنگامی که شما خواب بودید، بیز درس چالشیوردوک ما درس میخواندیم. مثال بعدی، او کنوشیورکن بیز دینلیوردوک، هنگامی که او حرف میزد ما گوش میکردیم. او کنوشیورکن بیز دینلیوردوک. خب قسمت دوم جمله همونطور که گفتم میتونه واسه هر زمانی استفاده بشه، یعنی این قسمت میتونه در هر زمانی ادامه پیدا بکنه، یعنی جمله ادامه پیدا بکنه. خب مورد بعد، فرمولمون زمانی هستش که فعل به اضافه پسوند آینده داریم به اضافه کن. اینجا به این معنی نیست که فعل در زمان آینده اتفاق افتاده، به این معنیه که قرار بود اتفاق بیفته ولی نیفتاد، یعنی آینده‌ای که در گذشته بوده قرار بود اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاد، و یا قبل از اینکه اتفاق بیفته یه اتفاق دیگه افتاد. مثلا یا پاجاک کن یعنی درست قبل از اینکه انجام بدهم. حالا من اینجا شناسه گذاشتم، این میتونه اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، مفرد و جمع باشه، هیچ موردی هم نداره. مثال مفرد، اول شخص مفرد رو زدم، فقط خواستم که اینجا ترجمه بشه. میتونید برای هر شناسه‌ای همین یه تیکه رو استفاده بکنید، مثلا بشه انجام دهم، انجام دهی، انجام دهد. تو فارسی ممکنه بنابر ادامه جمله و بنابر اون موقعیتی که دارید انجام میدید واسه اون فاعل، دارید ترجمه میکنید واسه اون فاعل، شناسش در زبان فارسی چیه؟
تغییر میکنه. حالا من اینجا اول شخص مفرد استفاده کردم. یاتاجاکن، درست قبل از این که بخوابم. یعنی قرار بود بخوابم، هنوز نخوابیده بودم که مثلا در رو زدن یا چه میدونم یکی زنگ زد اینجوری. ییجکن یعنی درست قبل از این که بخورم. آرایاجاکن، درست قبل از این که زنگ بزنم. آرایاجاکن. گیدجکن، درست قبل از این که بروم. این داشتم میرفتم یهو یه اتفاقی افتاد. همونطور که میبینید با پسوند کن زمان رو مشخص میکنیم، زمانی که یه فعل داشته اتفاق میافتاده و یا قبل از این که اتفاق بیفته. خب مثال، سیزی آرایاجاکن تلفنمون شارژی بیتته. قبل از این که زنگ بزنم به شما، سیزی آرایاجاکن، حالا به شما ننوشتم، قبل از این که زنگ بزنم تلفنمون شارژی بیتته، شارژ تلفنم تموم شد. درست قبل از این که زنگ بزنم شارژ تلفنم تموم شد. سیزی آرایاجاکن تلفنمون شارژی بیتته. تلفنو آچاجاکن کاپو چالونده. درست قبل از اینکه تلفن رو جواب بدهم، برای فعل تلفن جواب دادن از فعل آچماک استفاده میکنه، یعنی باز کردن. تلفن رو باز میکنی که جواب بدی، بهش میگن از فعل آچماک استفاده میکنن. تلفن رو آچاجاکن، قبل از اینکه تلفن رو جواب بدهم کاپو چالونده، زنگ در به صدا در اومد و یا یه نفر در رو زد. خب کاپو چالونده یعنی یه نفر در رو زد، یا در زده شد. یعنی اینجوری تام اودن چیکاجاکن. بعضی وقتا کلمه تام میاد، یعنی درست قبل از این که اتفاق بیفته. تام اودن چیکاجاکن سن آرادن، درست قبل از این که از خونه در بیام و یا در بیاییم، حالا بنا به موقعیت شناسه تغییر میکنه اینجا. سن آرادن، تو زنگ زدی. یه بار دیگه میخونم. تام اودن چیکاجاکن سن آرادن، قبل از اینکه از خانه در بیایم تو زنگ زدی. اوکی. دویولان گچمیش زامان. این چی بود؟ ماضی نقلی بود. یه جورایی ماضی نقلی بود، ولی یه جوری بود که این زمان چجوری بود؟ میگفتیم که ترک‌ها طوری این زمان رو استفاده میکنن انگاری خودشون شاهد نبودن، گفته شده و یا شنیدند که یه اتفاقی افتاده. حالا این فرمول رو وقتی اینجا استفاده میکنیم یه معنی دیگه میده. به این معنیه که حالا که این فعل انجام شده، پس بذار یه فعل دیگه هم انجام بشه در کنارش. یعنی فعلی که ما با میشکن پسوند میدیم، خب کنارش یه فعل دیگه هم میخوایم که اضافه بشه. یعنی یه کاریو انجام دادیم، حالا که اینو انجام دادیم اینم انجام بدیم، یه کار دیگه هم کنارش انجام بدیم. اونجا از این فرمول استفاده میکنیم. یعنی به این معنی خواهد بود وقتی میگیم گیت میشکن، به این معنیه که حالا که داری میری، حالا که داری میری. اینجا من پسوند بخشی شناسه دوم شخص مفرد رو استفاده کردم، میتونه واسه هر شناسه ای استفاده بشه. کالکمشکن، حالا که از جات بلند شدی. و میتونم برای خودم استفاده کنم، من کالکمشکن، حالا که از جام بلند شدم. بولمشکن، حالا که پیدا کردی. سویلمشکن، حالا که داری میگی و یا حالا که گفتم. بذار اینم بگم، ادامهش ممکنه اینجوری بیاد. کنو آچلمشکن، اینو بذار درستش کنم، اشتباه شد. اوکی، شما که غریبه نیستید ببینید اینجا هرم پشت صحنه رو. اوکی، کنو آچلمشکن،
حالا که موضوع رو باز کردی، حالا که صحبتش پیش اومد، حالا که حرف از این موضوع شد، به این عبارت ها میتونید ترجمه بکنید. همین مفهوم رو میده. کنو آچلمشکن. کنو یعنی موضوع. آچلمشکن یعنی حالا که باز شده. خب مثال جمله ای میزنم. آیا کالکمشکن ایشو آچار مثلا؟ حالا که از جات بلند شدی، آیا یعنی پا، حالا که سر پا هستی، حالا که از جات بلند شدی چراغ رو روشن میکنی؟ ایشو آچار مثلا؟ ایشو آچار مثلا؟ چراغ رو روشن میکنی؟ ملودی سوال فارسی فرق میکنه با ملودی سوال ترکی. آچار مثلا؟ روشن میکنی؟ یه مقدار ملودیش فرق میکنه. مارکته گیتمیشکن سانا دا سوت آلایم. حالا که میرم مارکت برای تو هم شیر بخرم. فعل امر به خوده. سوت آلایم. آلایم یعنی بخرم. مارکته گیتمیشکن حالا که میرم مارکت سانا دا سوت آلایم. خب این قسمت رو که نوشتم میرم بنابر فعلی که در ادامه جمله اومده ترجمه کردم. کنو açılmışken حالا که سر صحبت باز شد دونون olayını da anlat. حالا که صحبتش پیش اومد اتفاق دیروزی هم تعریف کن. anlat فعل امر دادم اینجا. خب دونون دیروزی مال دیروز olayını اتفاقی که افتاد دا هم آنلات تعریف کن توضیح بده. خب بریم فرمول بعدی. فرمول بعدیمون مال زمانیه که میخواییم بگیم توی جای مکان خاصی بودیم. خب مثلا میگیم اکولدایکن یعنی هنگامی که مدرسه بودم، ایراندایکن هنگامی که ایران بودیم. شناسه بنابرای ادامه این جمله فرق میکنه. من همین جوری مثال زدم. اودامدایکن هنگامی که در اتاق بودیم، در اتاقم بودیم، ممکنه بودم باشه و یا کس دیگه باشه، هنگامی که فلان شخص در اتاقم بود، بازم میتونید بگید اودامدایکن بدون اینکه شناسه رو بگید. انگلتردهیکن یعنی هنگامی که در انگلستان بودم. خب دوستان اینجا چرا حرف یه آوردیم؟ به خاطر اینه که اینجا صدای حرف صدا دار داریم. داکن یه خود قشنگی نداره. دایکن به خاطر قشنگی تلفظ، راحتی تلفظ، نرمی آهنگ کلمات این یه اینجا اضافه شده. خب مورد بعدی صفت و یا اسم رو داریم. به اضافه یه اگر لزومی داشت، اگر به حرف صدادار ختم شده بود یه میاریم، اگر نداشت که همون کن رو میذاریم. مثلا ما نگاه کنیم. مطلوی کن یعنی هنگامی که خوشحالم و یا هر کس دیگه. مطلوی کن وقتی که اون خوشحاله. زنگین کن هنگامی که پولدار بود و یا وقتی که پول داره و یا هر زمانی که پول داره، یعنی در هنگام پولداری، در هنگام ثروتمند بودن. گنجکن زمانی که جوان هستم و یا بودم. بنابر ادامه جمله میتونه برای زمان حال، گذشته و گاهن آینده استفاده بشه. آچکن هنگامی که گرسنه هستی و یا هستم و یا هستند. آچکن هنگام گرسنگی. کاش اینجوری می نوشتم. هنگام گرسنگی. خب سالکلویکن هنگامی که سالم و سلامت بود فلان کس، یا وقتی که من سالم بودم ان شاءالله که همیشه بمونم و یا هنگامی که
زمانی که سالم هستیم، در طول سلامتی. خب اینجا هم به این شکل میتونید اسم و یا صفت رو بیارید. میتونید شغل بیارید، مثلا دکتر کن وقتی دکتر بودم، اورتمن کن وقتی معلم بودم، خب و یا وقتی یه نفر معلمه، مدیر کن و یا وقتی یه نفر مدیره. به این صورت میتونید اسمای مختلف رو بیارید و از پسوند کن برای مشخص کردن زمان استفاده بکنید. خیلی مهم هستش این ویدیوهایی که اواخر گذاشتم براتون، اونایی که مربوط به زمان هستش، مخصوصا پسوند کن مرتب استفاده میشه. مرتب استفاده میشه. یادتون نره ویدیوی چیزام نگاه بکنید، اسمش چیه؟ اون بیشتر از 60 تا عبارت زمانی رو درس دادم واسه براتون. همه رو بنویسید، یادداشت بکنید، تکرار بکنید، تکرار بکنید. اون ویدیو رو همه رو حفظ بکنید. همش رو حفظ بکنید. خب دوستان، امیدوارم که موفق باشید. لطفاً کامنت بذارید. سابسکرایب کردن یادتون نره. اگه ویدیو رو تا آخر نگاه کردید، واقعاً منت گذاشتید سر من، خیلی ممنون. لایک یادتون نره. حالا که من براتون این هم ویدیو درست کردم، یه لایک کوچولو یادتون نره. موفق باشید. از ویدیوهای بعدی هم برای خبردار شدن زنگوله رو بزنید. ویدیوهای قبلی رو هم نگاه بکنید، هر چقدر دوست داشتید مجانی نگاه بکنید، مفت و مجانی نگاه بکنید. خب هر سوالی داشتید بپرسید. برای پرسیدن سوال ها که پول نمیگیرم که. هر سوالی داشتید بپرسید. موفق باشید. روز و شبتون خوش.